سال 1398، سال انتشار خبر فرار یا بازداشت فرماندهان سپاه پاسداران بود. همزمان با خبر بازداشت نصیری، گزارش های نیز درباره بازداشت برخی از دیگر فرماندهان سپاه پاسداران منتشر شد. از جمله اعلام کردند که مصطفی ربیعی معاون سابق بازرسی سپاه بازداشت شده و برکناری ربیعی در دوره فرماندهی حسین سلامی انجام شد. خبر دیگری نیز منتشر شد که محمد طولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه در حال خروج از کشور در ارتباط با خروج اسناد اتمی ایران توسط اسرائیل بازداشت شده. این خبرها تا جایی ادامه یافتن که رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجبور به واکنش شد. او 21 خرداد ماه 98 گفت که فرار و دستگیری چند تن از فرماندهان صحت نداره. همچنین خبرگزاری فارس نوشت که اصلا معاونت راهبردی در سپاه پاسداران وجود نداره و محمد طولایی مسئول اشراف کل سپاهه و این در حالی بود که پس از روبوده شدن روح الله زم سر و طولایی پیدا شد و سخنانی رو درباره زن بیان کرد و گفت که او با همکاری سرویس های اطلاعاتی دیگه بازداشت شده. در تیر ماه 98 رادیو اسرائیل از بازداشت اسقر میر جعفری رئیس پیشین حفاظت اطلاعات وزارت دفاع خبر داد. و اینکه یک سال پیش از این خبر مجید خادمی که اینک رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شده جانشین میر جعفری شده بود. و اینکه چهار سال پیش از سال 98 نیز موضوع بازداشت فرماندهان سپاه پاستاران مطرح شده بود در آن زمان گفته شد که رئیس میز اسرائیل در اطلاعات سپاه پاسداران و رئیس دفتر محمد رضا نقدی فرمانده بسیج به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده برخی گزارش های دیگه اما حکایت از اون داشتن که مسئول میز اسرائیل در سپاه بازنشسته شده اما بازداشت رئیس دفتر نقدی صحت داره در این میان گزارش دیگری منتشر شد که مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات بازداشت شده یک سال بعد اما مقامات رسمی نیز این گزارش های غیر رسمی رو به صورت سربسته تایید کردند از جمله پنجم خرداد 95 مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهور وقت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اضافه شدن نام سازمان اطلاعات سپاه به مراجع استعلام برای مشاقل حساس گفت مگر در همان نهادها و ارگانهایی که اکنون از آنها صحبت میشه نفوذ نبوده ما فردی رو داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده بود همین سال گذشته انجام شد و اینکه محمود احمدی نژاد نیز بعدها گفت که چگونه بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیل در ایرانه خودش جاسوس اسرائیل مگر میشه تنها یک نفر در وزارت اطلاعات مسئول ارتباط و نفوذ اسرائیل در ایران باشه و به تنهایی و بدون پشتیبانی و داشتن تیمی خاص عملیات های فراوان در ایران انجام داده باشه و اینکه بهزاد نبوی سال 98 گفته بود که در دفتر فلان سردار دو جاسوس اسرائیل شناسایی شدند که در زندان با برخی زندانیان سیاسی همبند بودند و یکی از اونها اعدام شد. نقدی اعلام کرد که از بهزاد نبوی به دلیل این سخنان شکایت میکنه اما نتیجه این شکایت مشخص نشد و اینکه عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی هم 11 اردی بهشت 97 در واکنش به حمله به خودروی محمد جواد ظریف در دانشگاه امیر کبیر نوشت که حمله کنندگان به ظریف در دانشگاه عضو به همان تشکیلاتی هستند که جاسوس اسرائیل در دفتر رئیسشون جا خوش کرده بود و اینکه بازداشت این افراد به بازداشت جاسوسان اسرائیل در تشکیلات حزب الله لبنان نسبت داده شد به گزارش رسانه های لبنان این فرد سرپرست گارد محافظان حسن خرسالله دبیر کل حزب الله و فرمانده شاخه خارجی این سازمان بوده و این در حالی بود که یک زن و شوهر هم به اتهام جاسوسی برای سرویس های امنیتی آمریکا بازداشت شدند که از نیروهای رده بالای سپاه پاسداران بودند و همچنین بستگان این زوج نیز از رده های بالای اطلاعات سپاه هستند اینکه سال 1398 خبر اعدام جمال یا سیاوش حاجی زواره 47 ساله کارمند هوافضای سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی منتشر شد در سال 1387 وقتی فخریزاده به عنوان رئیس دانشگاه مالکشتر در تهران منصوب شد اون از این انتصاب که توسط وزیر دفاع وقت یعنی مصطفی محمد نجار انجام شده بود خوشحال نبود اما وانمود کردن به اینکه یک فرد دانشگاهیه برای پوشاندن نقشی که در تحقیقات سلاحهای اتمی داشت ضروری به نظر می آمد. فخریزاده گام های بیشتری برای پوشاندن برنامه مخفی هستهی خودش برداشت. و همچنین رژیم در سال 1389 فخریزاده رو که تا آن زمان با جانشین وزیر دفاع کارهاش رو پیش می برد به عنوان یکی از رؤسای سازمان های وزارت دفاع مستقیما به وزیر دفاع که آن زمان سرتیپ پاسدار احمد وحیدی بود وصل کرد. در سال 1382 وقتی بازرس های آژانس بین المللی انرژی هستهی شروع به پردبرداری از پروژه مخفی سازمان انرژی اتمی ایران برای قنیسازی اورانیوم کردند، فخریزاده نشون داد که تا کجا حاضر پیش بره. فخریزاده نگران بود که مبادا توجه بازرسای آژانس به برنامه اون جلب بشه. برای همین دستور از همپاشی سایت لویزانشیان رو صادر کرد و بعد هم ترتیبی داد که کامیان پشت کامیان از اون سایت خاک برداشته بشه تا هیچ گونه اثری از تحقیقات اتمی نظامی در اونجا باقی نمونه. در حالی که فخریزاده در دفتر محفوظ خودش در مجتمع کار می کرد، همکاراش در برنامه نظامی هسته‌ای به صورتی خطرناک در معرض شناخته شدن بودند. در ماه دی 1388 متخصص فیزیک ذره مسعود علی محمدی توسط یک بمب موتورسیکلتی به قتل رسید. در ماه آذر سال 1389 مجید شهریاری متخصص انتقال نوترون در حال رفتن به محل کارش در دانشگاه شهید بهشتی به وسیله یک به قتل رسید. در همان روز افرادی ناشناس به دکتر عباسی در بیرون از دفترش حمله کرده و اون رو مجروح کردند. افرادی که مسئول چنین حملاتی بودند، ضربه هم به برنامه اتمی فخریزاده در یکی از نقاط بسیار حساس و مهم یعنی برنامه نوترون زدن. هدف برنامه نوترون ساختن یکی از اجزای کلیدی سلاح اتمی به نام آغازگر یا چاشنی نوترونی و ساخت تجهیزاتی برای تست عملکرد چاشنی نوترونی و سیستم درون انفجاری اتمی بود تست درون انفجاری یکی از گامهای نهایی کسب اطمینان قبل از تست یک سلاح واقعی اتمی به حساب میاد کسب اطمینان از عملکرد چاشنی نوترونی معضل اصلی توسعه سلاح اتمی ما بوده قبل از منحل شدن طرح آماد در سال 1382 فخریزاده هنوز موفق نشده بود که این معلفه اصلی رو با موفقیت آزمایش کنه. دکتر شهریاری و دکتر عباسی قبل از اینکه مورد حمله قرار بگیرن در دانشگاه شهید بهشتی روی قسمت هایی از برنامه نوترون کار می کردن. اونا محاسبات و شبیه سازی انجام داده بودند که در مورد جنبه های مختلف بازده کارایی یک بومی اطلاعاتی کسب کنند و تحقیقاتی هم در مورد آشکارسازهای پالسی نوترونی که لازمه ی تست نهایی درون انفجاری هست به عمل آورده بودند. دکتر علی محمدی قبل از مرگش روی پروژه کار می کرد که عملکرد مواد مربوط به چاشنی نوترونی رو در حالتی که در معرض ضربه موجی پرسرعت قرار گرفتند مورد آزمایش قرار میداد. این پروژه مهم بود چون میشد مواد چاشنی نوترونی رو در یک سیستم مخروطی و بدون انفجار درونی واقعی مورد آزمایش قرار داد. رهبران ما میترسند که مبادا تست واقعی انفجار درونی به وسیله آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یا دولت‌های خارجی کشف بشه. معشوقه ای افشار سلیمانی سفیر سابق جمهوری اسلامی در باکو در دوره احمدی نژاد جاسوس اسرائیل از در اومد. مسلمون بودی؟ خب من که هستم میدونن رسانه تو فیلیستا هستم تو فیسبوک هستم خب یه تماس میگرفتی میگفتی فلانی یه همچین چیزی میگه از منم میشنیدی تو اصلا منو ندیدم همسال تو چون که از ایده های من از نظرات من ناراحتید و اونم غیر منطقی نیست و حاضرم به بحثم نشدید اصلا نفهمیدید من چی میگم میاید اینجوری شانتاش کنید که مثلا من آبروم بره من نتونم حرف نه اینجوری نمیشه من نیست نمیرم هستم فهمیدی الان هم شستم خب فهمیدی دیگه از این به بعد حالا که حساسیت نشون دادی اینجوری کردی میرم سیغم میکنم خوبه آره از فک و فامیلای تو مرتی که افشار سلیمانی سفیر دولت احمدی نژاد در باکو در دوره مسئولیتش یک جاسوسه اسرائیلی رو در آذربایجان سیقه کرده و ازش صاحب یک پسر هم شده الان گند قضیه در اومده که جناب سفیر عصبانی شده و میگه حالا که اینطور شد فک و فامیل همتون رو سیقه میکنم درود بر شما دوستان عزیز در صورتی که از این کانال احساس رضایت دارید لطفا با لایک و کامنت و ارسال ویدیوها به دوستانتون از ما حمایت کنید امید که به کمک هم ایران و جامعه ایرانی جای بهتری برای زندگی بشه از همراهی شما همراهان گرانقدر سپاس گذاریم. روز و روزگارتون خوش